هرگز نمیتوانند یک پشه ای را هم خلقت کنند اگرچه همه جمع بشوند برای این کار. و این یسلوب و مزدباب شیان لا یستن که زومه، اگر که پشه هم از اونها چیزی بگیرد میشی به اونها بزند اذیتشون بکنند، اونها نمیتوانند که دفاع بکنند از خود و یا انتقام بگیرند. ضعف الطالب و المطلوب، ضعف الطالب و المطلوب، جوینده و جویده شده همه ضعیف هستند در برابر عظمت الله سبحانه و تعالی و بزرگی الله سبحانه و تعالی. با دقت نظری که در چشم پشه به عمل آمده، گفتن هزاران عدسی در چشمون ترتیب داده شده تا دید او کامل بشه، دید پشه. و حدیثی هست بازم، چون اونجا یک آیه در مورد بعوده گفتیم و حدیث، و در مورد ذباب هم آیه و حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه. وقتی که پشه ای در ظرف یکی از شما، ظرف آب یکی از شما قرار گرفت، اون رو فرود ببرد در آب، سپس آن را بیرون بیاندازد، زیرا فی در یکی از پرهای بالهای آن درد و در دیگری شفاست. این به این نتیجه رسیدن همه علما و تحقیقات علمی که در بال پشه، بال دیگر پشه، تریاق هایی نهفته است که ضد درد هست و اون بیماری رو که در یکی دیگه هست خود پادزهر است در حقیقت و شفابخش خواهد بود. خود یک پشه ای که ما اونقدر اون رو ناچیز حساب میکنیم، ممکنه که در یک ساعت یا یک روز 10 کیلومتر جلوتر بره و کسی دیگه رو هم نیش بزنه به همین ترتیبی که هست. و میگویند که بیش از 500 میلیون جرثومه فساد در بالهای، در نیشهای پشه موجود هست که اونها رو به هر کس که، چون میدونید این جامع و ناقل همه بیماری هاست و همه کثافه هاست. چقدر شر نهی کرده از این که ما طاهر باشیم، پاک باشیم، نهی کرده که باید پاکیزه باشیم و نباید نجس باشیم، چون نجاست دوربرش اون چیزی میاد که ناقل بیماری هاست در حقیقت. و همه موارد دیگه، حالا از عنکبوت گرفته تا کرم ابریشم که در قرآن آمده و موریانه و زنبور عسل، همه موارد که الان علما به این نتیجه رسیدن که خلقت الله سبحانه و تعالی عجیب است. و ما از همه این نکاتی که در آیات و نشانه های خداوند هستن باید درس عبرت بگیریم، این باید وسیله ما باشد. حالا این چند تا نتیجه گیری که حالا اول این آیه هم فرمود که خداوند به وسیله این عده‌ای را هدایت میکند. اگر با چشم تدبیر و با چشم تعقل بیاد جلو، انسان باعث هدایتش میشه. ولی متاسفانه ما قرآن رو هم که میخوانیم یا احادیث رو هم که مروری بر آن میکنیم، خیلی سطحی و حالت مطالعه‌ای از آن ممکنه عبور بکنیم، نه اینکه عمقی بررسی بکنیم و فرزندان خود میاد بدیم در جامعه خودمون همه این نکات رو بنگریم که بی دلیل نیامده است. یعنی حتی جمله‌ای که انتخاب کرده از قرآن، اون جمله بی دلیل نیست. یکی از علما صحبت قشنگی داره، حالا اون درباره احکام هست فرق نمی‌کنه، جناب آقای متولی شعراوی که از علمای بنام هم معاصر بوده، ایشون میگه که شما در درباره محید نگاه کنید، خیلی قشنگ خداوند استفاده از هر آیه، از هر کلمه خود یه معنی داره. اونجایی که میفرماید یسالونک عن المحید قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحید، که در قاعدگی نباید نزدیک به زنها شد. بعد آخر میفرماید فاذا تطهرن، وقتی که اونها خود را پاکیزه کردند، نمیگه پاک شدند. استفاده از کلمه تطهر تا از کلمه طهر با هم دیگه تفاوت میکنه. وقتی که پاک شدن اجازه نیست، بلکه وقتی که غسل زدن، وقتی خود را پاکیزه کردن محرز شد از کلمه تطهر. اونجایی که خداوند میفرماید، حالا شبیه همین مطلب، لا یمسو الا المطهرون، دست به قرآن نباید ببرن مگر پاکیزگان، مگر کسانی که پاکیزگی انجام میدهن، تطهر به کار میبرن. هر جایی که پیامبر در حدیث فرموده است از کلمه تطهر و پا خود را پاکیزه کردن سخن به میان آورده، نه پاکیزه شدن و پاک بودن، بلکه انسان خودش رو پاکیزه. به این معنی که در احکام هم علمای بزرگ دین بررسی کامل کردن اگر حکمی رو صادر کردن، اگر حکمی، ولو این که به نظر ما خیلی حکم ساده‌ای بود، حالا از قرآن اخذ کردن یا از حدیث اخذ کردن، با توجه به دقتی است که خداوند در اون کلمات به کار برده،
یک و با توجه به دقتی است که اونها در استنباط اون از قرآن و سنت انجام دادن تا این گونه خیلی راحت و روان میگیم فلانی شافعیه، فلانی حنفیه، فلانی مالکیه، استفاده میکنیم از این که اونها پیرو اجتهادات اون بزرگواران هستن که یکی از نکات برجسته هنری اونها این بوده که دقت کردند. شایسته است که امروزه که همه افراد باسوادند، امروز ما مدعی هستیم که 90% جامعه ما باسواد هست، وقتی فرد باسواد است از این سواد خودش استفاده بکنه برای قرآن خوندن و برای حدیث خوندن و برای متوجه شدن اوضاع زندگی و آیات و نشانه های خدای عزوجل، از اینها استفاده باید بکنیم. چگونه ما از تفاسیر استفاده میکنیم؟ ما واقعا از تفسیر استفاده میکنیم؟ امروز تفسیر تفاسیر بسیار روان و خوب در اختیار همه ما قرار گرفته هست به زبان فارسی، اینقدر که دقت و موشکافی لازم در کلمات و آیات داره استفاده میکنیم. احادیث بزرگ حتی بخاری و مسلم و صحاح سته و همه لولو و مرجان و غیره اینقدر فارسی با فارسی روان و زیبا ترجمه شده و در اختیار همه ما قرار گرفته، آیا استفاده لازم از اینها میبریم؟ اوقاتی در شبانه روز مقرر کرده ایم برای اینکه مطالعه کنیم، برای اینکه بپردازیم به این موارد، کاری که علما در زمانی که چراغ نبوده، در زمانی که کتاب نبوده، در زمانی که خیلی هم سخت بوده با دقت انجام میدادن. امروزی که همه وسایل هست ما میتونیم حتی آزمایشاتش هم خیلی راحت انجام بدیم، تا چه برسد به اینکه ما مطالعه کار انجام بدیم و بعد زندگی خودمون را تطبیق بدیم، تطبیق بدیم با موارد شرعی و موارد دینی، با برخورداری از انجام دادن عمل کردن به آیات و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. و این نخواهد بود مگر در دقتی که ما باید داشته باشیم و در تدبر و تفکری که داشته باشیم. امروز که ما الان در آستانه سال جدید هجری قمری و همچنین در آستانه بارش رحمت الله سبحانه و تعالی هستیم، باید به یقین بدانیم که همه فعل و فعالاتی که در کون انجام میگیره اون کار الله سبحانه و تعالی است و این جزء آیات و نشانه های خدای عزوجل است. همچون که دل همه ما هم در دست خداوند متعال است، لحظه‌ای با لحظه‌ای فکر کردن کسی را هدایت می‌دهد و با لحظه‌ای ممکن است کسی را گمراه بگرداند، همچنان که مضمون آیه بود. توجه کردن به همه این نکات از ویژگی کار ما باید باشد در همه موارد ان شاء الله تعالی. پروردگار به لطف و کرم خودت همه ما را ببخش و بیامرز، عزت و توفیق و سربلندی نصیب همه مسلمانان عالم بگردان. بار الله در این مکان مقدس به یکتایی تو و به توحید اعتقاد داریم، ما را از موحدین قبول فرما و به نبوت و پیامبری پیامبرت معتقدیم، هر دم اطاعت او را نصیب ما بگردان و به روز جزا امیدواریم، ما را در اون روز شرمنده و شرمسار مگردان. خدای باران رحمتی بر ما نازل بفرما، برکت در اموال و اهل و اولاد و رزق و اوقات ما قرار بده، در رزق و روزی ما برکت به وسیله رحمت و به وسیله برکت در نباتات و در رزق و روزی ها قرار بده. پروردگار همه مسلمانان عالم را برخوردار از عمل به قرآن و سنت رسول الله بگردان، مستضعفین عالم را حاکم بگردان، همه مستضعفینی که در زیر سلطه ابرقدرت ها هستند خدایا خود دفع شر مستکبرین قرار بده. بار الله به لطف و کرم خود دلهای همه ما را به هم نزدیک بگردان، بیماران ما را و بیماری های ما را شفا عنایت بفرما، دردمندان ما را حاجاتشان به خیر روا بگردان، مردگان و درگذشتگان ما را که اسلام را برای ما به ارث گذاشتند ببخش و بیامرز، عزت نهایی را و هدایت نهایی را نصیب همه ما بگردان. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم والوالدی و الوالدیکم و للسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، جواد کریم بر رؤوف الرحیم. الله أكبر الله